اینکه من بگویم یا نه، باور کند کسی این حقیقت آشکار را یا کتمان کند آن را، حتی از سر عناد، کینه یا نادانستن، در واقعیت ملموس به هر حال اصلا تغییری نمی دهد و هیچ قطره ساکن از دریای بیکران باور سترگ او را نیز برهم نمی زند. با این همه اما از آنجا که سرنوشت مرا بسیار بر فراز و نشیب سخت کشانده و درازنای زندگی را ناخواسته در پیچ و خم خوف، تنهایی و خودآموزی سیر کردم، اینجا اما قصد تعریف زندگی و بازگوی خود نیست. ناچار دوچار چنان حساسیت بی انعطاف محتاطانه و وسواس شدید در تشخیص و گزینش بوده و هستم که نه هیچ کس، هیچ چیز و نه هیچ امری را به سهولت میپذیرم و نه به سادگی دوچار شور گذرای با یا بیدلیل میشود. برای همین هم از اینکه این نوشته دلخواسته حالا زیاد یا کم مقبول افتد یا نه، راستش برایم اصلا فرقی نمی کند. فقط در آستانه بزرگداشت روز زن و جشن و شادی های بزرگ و کوچک آن، به هر حال هوس کردم حرفی را که سال هاست تلمبار شده توی دلم و به بهانه های وسواسگونه یا شاید هم خودسانسوری از گفتن آن سرباز زدم را یک بار و برای بار اول و آخر بنویسم. شاید از بابت تردید و تأخیر در اذعان ضروری به حقیقتی که موجود و جاری است، تا اندازه توش و توان اندک خود را باز هم نه بیشتر ملزم به ملامت بدانم. من آدم سست پای بی‌ایمانی نیستم، اما صلابت صخره‌وار او هر وقت واژه‌های میهن و مردم را انگار نه از متن زبان بلکه از بطن سلول‌های تنیده با آرمان و روان فریاد می‌کند، اگرچه دلم را سخت می‌لرزاند، اما دایره دید و درکم را نیز نسبت به چرا و چگونگی بغض و کینه‌ورزی‌های رذیلانه‌ای که اصالت آرمانی و بزرگواری نجیبانه زنی مانند و در مقام او هم گاهی باعث آنهاست را نیز بیشتر گسترش می‌دهد. حرفم هم اصلاً با تعصب و اصرار بر سر این نیست که تاریخ معاصر از وجود زنان برجسته، فرهیخته، سیاستمدار و مبارز تهی بوده یا هست. اما نگاه بی‌طرفانه، همه جانبه و البته غیر مغرضانه به جایگاه ویژه مریم در پیشاهنگی و پیشبرد مبارزه بیوقفه با غول افسار گسیخته بنیادگرایی، اهمیت حضور و نقش چشمگیر او را در جهان جاری و در تاریخ جنبش ها و مقاومت های اصیل معاصر بی تردید به گونه نادر و پدیدوار ترسیم می کند. زنی مترقی و مسلمان با ذکاوت انقلابی، دانش و آگاهی فلسفی و سیاسی و صلابت و آراستگی تمام به سلاح آرمانی که طی دوران سخت تبعیر بسیار طولانی، به خصوص در 10 سال اخیر، نبردی سهمگین و بی‌سابقه را در برابر رژیم فاشیستی هدایت کرده و پیش برده که سفاک‌ترین و خیانتکارترین حکومت تاریخ است. و از قضا و بر روزگار رضالت پیشه، درست به همین دلایل مورد عنایت و استقبال صیادان سود و سرمایه های کلان و جنگ‌افروزان زمین و زمان است که بی هیچ اندکی شرم یا شرف بر توحش و تروریسم آن چشم بسته و با سیاست های نه سهلی بلکه با وجه غالب عمدی کشورهای همسایه ایران و منطقه را نیز به نام برقراری دموکراسی و آزادی سالهاست زیر سم ستوران بنیادگراهای هار ایران رها ساخته و حالا باز هنوز با گلخند و مدارا، با دست نیاز و تقاضا به دیالوگ و حسن رابطه فیمابین رو به دستار بر فران آورده و به بهای رنج و شکنج مردم ایران
به ردای خونین آنان آویختند. گرچه آنها نیز همچنان مانند همیشه با لودگی لومپنوار و واپس زدنهای حقارتبار سر تا پای ابرقدرت یکتا، کوچک اربابان جهان و عوامل ریز و درشت آنها را نیز به باد سخره گرفته و خاطر جمع از پر و یاوه‌گویی های توهی از عمل و اقدام مناسب و بجا، گستاخی و وقاحت را تا حد تهدید مردم کشورها به کشتار نیز گسترش داده. چه جهان بی هویت، هرزه و بی جربوزهی عمدن برپا داشتند تا نخبگان خودنا فروخته به نان و نواله ناچیز ناگزیر به انزوا بگریزند و در فقدان حضور فرهیختگان و قهرمانان فروتن آراسته به آرمانهای بشری، آزادی انسان و شأن شرف و حرمت او را نیز یک جا در مسلخ تاریخ سر به نیست کنند. اما دقیقاً و درست در هنگامه این شام سیاه و شر عظیم، رسم و سنت تغییر تقدیر بر این است که مقاومت و جنبش پیشتاز ایران با برخورداری از حضور مقتنم یک زن با ایمان مسلمان در رهبری آن، به سان تنها آنتیتز بنیادگرایی در روزگار توهی از هر گونه تشکل، حزب و گروه سازمان یافته دیگر، در این راستا و مسیر به مساف قول ارتجاع دینی ایران قد علم کرده تا عزم سترگ انقلابی و باور و نبرد آرمانی مریم تنها نقطه عطف و دلگرمی احیای امید و حیات دوباره برای برخاستن و فرو آوردن تیشه تیز آخر بر فرق سر قصابان در گذرگاه مستقر و سوزاندن ریش و ریشه شیادان دین فروش زنفتیز در ایران باشد. دنیای فرسوده پیر آخر سر پوسته خواهد ترکاند و جهانی متفاوت با آنچه که اینک از خیانت و شقاوت جاریست جایگزین این همه خواهد شد. توهی از رنج و ستم، آری از بی پرنسیپی اصحاب سیاست، ثروت، قدرت و تجاوز به سهم انسانیت و سکوت والای پر همهمه‌ای که شأن آن نیست، پاسخگوی زهر کلام هر هرزه دهان و زوزه شب زیستان باشد و تعبیر همانا که تغییر شگفت تاریخ وطن با عزم و رزم بانوی بزرگ دوران از تبار مردمان پاک ایران محقق خواهد گردید که تمام هستی و جان و روان را دستمایه ایمان، امید و آرمان ساخته و در این پیکار بی امان شب و روز تا خود سرمشق و رهرو اول نبوده، دیگران را نیز هرگز به یاری باز نخوانده. تاریخ در ثبت وقایع و امور جاری گاهی بی‌حوصله، خسته یا سرسنگین است، اما در هنگام وقوع هر حادثه یا موضوع مهم، هوشیارانه و ذکاوتمند همه واقعه‌ها را در حافظه تاریخی ضبط و سپس در اوراق خاطره‌های ابدی ثبت می‌نماید. این روزها اما اوضاع رذیلانه حاکم بر سرتاسر گیتی، جنگ‌های گسترده منطقه‌ای و پریشانگویی شرم‌آور یا سکوت و بی‌عملی جنگ‌افروزان جهانی و از این همه بدتر افسودگی حجم رجاله‌های سیاسی، دجالان هزار چهره منفور و جلادان حقوق بشری، به گمانم تاریخ معاصر را حسابی سرخورده یا حتی طوری عصبانی کرده که انگار بهت زده، سر در گریبان فرو برده و سکوت کرده تا روزی که نچندان دیر، وقتی جهان در مسیر تحول و تغییر ضروری و ناگزیر پوسته پوسیده را بکسلد از تن و دور اندازد
وقتی فضای پیرامون از زهر نفسهای آلوده به نفرت، تهمت و خیانت نفرین شدگان روی زمین پاک و منزه بشود، وقتی پیمان شکنی، باج‌خواهی و جنگ و جنایت نه فقط هنگام نشخوار کلمات بلکه در وجه رفتار و کردار جهانخواران بی‌جربزه نیز ناچار مردود و بیجازه بگردد، آن وقت تاریخ نگار پیر و دیرپای ازلی را هم فرصت و حوصله تازه تری دست خواهد داد تا دفتر فرتوت هزار ساله خاطره ها را در صفحه اول باز گشاید و در آن با دقت و تمرکز بنویسد: مریم صدای بی سکوت مردم سرکوب شده ایران است، صدای نارسای زنان سنگسار شده، صدای سرگیج آور جوانان که به حقارت توی کوچه ها چخانده می شوند، صدای اسیران مصلوب در مسلخ شیخ شمیع شیاد، انعکاس صدای وخماور تخته های تیرک دار وقتی که بار پیکر دلاور مرد یا زنی را بر چوبه های موریان خورده خود حمل می کند و از شدت درد و اندوه ترک بر می دارد، و وقتی که این مقاومت خونبار ضریب خورده 10 سال در جانفشانی اسطوره بار اشرفیان، سخاوت دست‌های همه یاران و رسالت سیاسی مریم که خروش مانده در گلوی مردم اسیر و محروم را یکسره فریاد کند و صدای رسا و بی سکوت مردم ایران باشد، تا روزی که به زودی مردان و زنان این سرزمین رنج دیده مجروح در بهار آزادی از شادی پیروزی خودشان هلهله زن، دستفشان، دف بر کف، پای کوبان، نه اما فریاد کنان، بلکه آواز خانه حقیقت باشد.